عذرخواهی که بماند، حتی نمیخوام قیافه زشتش رو ببینم. به بارشم اینا رو گفتم. به نظر من میفهمه که حق با توه. شب که خونه بیاد آروم میشه. ازم معذرت میخواد، منم حرف نمیزنم و میگم باهات قهرم. الو آرکان، اصلا این خواهش میکنم بیا همین الان بیا. چی شده آرکان، تو خوبی؟ نه نیستم اصلا خوب نیستم. باشه آروم باش، الان میام. تو خونه ای مگه نه؟ تو خونه خودمم. باشه آروم باش آرکان، من الان میام، سری میام اونجا. باشه. چی شده آسین؟ بازم حالش بد شده؟ نمیدونم، ولی صداش خوب به نظر نمی اومد. تو وقتی من بهتون زنگ نزدم اصلا ماسالو نیارین. باشه باشه بابا، نگران نباش. به نظرت این آدم میتونه الکلو ترک کنه؟ آره. پس فقط من بدبینم آبجی. اوه، امیدوارم مادر شوهرم واسه این زنگ زده باشه که بگه یه خونه جدید پیدا کردم. الو دخترم، صبح با عجله رفتیم، یادتون رفت کلیدو به هم بدین. از خونه اومدم بیرون ولی الان پشت در موندم. عیبی نداره، من همین نزدیکیام، سری میام خونه. چی شده؟ سری باید برم خونه، مادر شوهرم پشت در مونده. چی بگم، خدا بهت صبر بده. ببین من شاید نتونم به آسین زنگ بزنم، اگه خبری شد حتما بهم خبر بده. باشه؟ باشه. خب دیگه خدافظ. واسه 3 ساعت میتونم بیام روز بعدیشم؟ اصل خانم ماشین حاضره، بفرمایین. باشه. اصل خانم، تو هنوزم اینجایی؟ منتظر بودم بیای بیرون. اگه به خاطر این اومدی که تئاتر رو ادامه بدم، الکی خودتو خسته نکن، نمیتونم. اما اجازه ندادی حرف بزنم، حتی نتونستم یه عذرخواهی بکنم. بارش جون نمیتونم زیاد اینجا وایسم، تو فیلم برداریم خیلی خسته شدم، بیشتر از این نمیتونم وایسم، در ضمن خیلی گرسنمه. باشه با هم میریم غذا خوردن. ببین یه رستوران میشناسم که خیلی سالاد خوشمزه داره، تو زیتون هم میندازن. باشه ولی خیلی دور نباشه، سرم گیج میره، از حال میرم، تو دردسر میفتی. نه خیلی نزدیکه، یه تاکسی میگیریم تو 5 دقیقه میرسیم. باشه باشه، پس یالا بریم. بریم. دلم خیلی واسه این خونه قشنگمون تنگ میشه، خیلی کاش میشد اینجا بمونیم. روزای خوبی رو اینجا پشت سر گذاشتیم، من و تو، مهلا و فیزی. از اینجا کلی خاطره داری. بسه دوماد، بسه دوماد. آره دوماد. یواش دخترم، یواش 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 یواش. دخترای خوشگل من، باباتون اینجا یه کمی کار داره، اما خیلی زود میاد پیشتون. باشه باشه. فیزی آخه چرا داری به بچه ها دروغ میگی؟ دروغ نیست، هیچ کسی نمیتونه جلوی منو بگیره، من حتما میام و بچه هامو میبینم. بریم عزیزم. یلدیز خانم، منتظر خبرتون هستم، قربونت برم، این کارو تموم کن. چی داری میگی فیزی؟ بس کن، انقدر پر حرفی نکن، تو نمیتونی با ما بیای اونجا. مامانم راست میگه، بیشتر از این لجبازی نکن. خوشگلم. فیزی لطفا بس کن، ولم کن، این لحظه خوبو خراب نکنی. خداحافظی کنین دخترو.
وای وای همش خوردم. وای اوزگور، تو اون روز به هم گفتی آدم دورو، مگه نه؟ همون روزی که اومده بودم دنبالت کمپ. من آدم دورویی نیستم اوزگور جون. ببین چی دارم میگم، واسط نامه مینویسم، شاید واسط اهمیتی نداشته باشه، اما همش حرفای دلمه. من عاشقت شدم دختر، باور کن. تو خیالاتم همیشه من و تو با هم دیگه، میفهمی؟ با هم دیگه قدم میزنی، با هم دیگه میخندی، با هم دیگه خوشحالی. شاید یه روزی برسه که بتونم دستاتو بگیرم دستم. من بیرونم، قهرمان تو. عزیز دایی ببین رسیدیم. آرکان، 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 حالت خوبه؟ آسین، حالت خوبه؟ آسین، آسین ببین، ببین، ببین من نخوردم، هنوز پره، اصلا بهش دست نزدم. خوبه، چیزی نشده، من اینجا رو جمع میکنم آرکان، تو اصلا نگران نباش، اصلا نگران نباش. خوبه، ببین همه چی تمیز شد. بیا، زود باش، بیا بریم، بیا بریم دست و صورتتو بشورم. زود باش، به من تکیه کن، زود باش. خیلی خوب، بیا دیگه، بیا. ببین تموم شد، دیگه تموم شد، صورتتو بیار جلو. باشه آرکان، میدونم، میدونم که تو موفق میشی، میدونم به خاطر دخترمون که شده ترک میکنی. زود باش، زود باش بری. آسین، ما دوست همیم. ها؟ یه انسان به دوست خودش کمک میکنه، میکنه نه؟ بابت اتفاقای امروز خیلی متاسفم، نمیخواستم اینطوری بشه، باور کنین. خیلی معذرت میخوام اصل خانم، میشه یه شانس دیگه هم به ما بدین؟ میتونی منو اصل صدا کنی؟ خوبه، هر طور میلتونه. در واقع تو نه، باید همسرت میومد و معذرت میخواست، کسی که اشتباه کرده اونه، تو که تقصیری نداری. بهش گوش زد کردی ولی قبول نکرد، حدسم درسته؟ نه، در واقع اگه ببینیم. به هر حال من به اندازه کافی ناراحت شدم، میفهمم تو هم ناراحت شدی، واسه همینم میخوام برگردم. آره واقعا؟ خیلی ممنونم، قول میدم از این به بعد هیچ مشکلی پیش نیاد. تو که هنوز شرط منو نمیدونی. باشه، من هر شرطی که بذارین قبول دارم. خوبه بگین چه شرطی. من فقط با یه شرط برمیگردم، اونم اینه که ایپک دیگه هیچ وقت پاشو اونجا نذاره. دیگه خودت هم که دیدی من و ایپک نمیتونیم با هم باشیم، همش درد سرامون بیشتر میشه، واسه همین نمیخوام دیگه ایپک رو ببینم. شما چی میگین اصل خانم؟ ببینیم، ایپک همسر منه، من به تنهایی این تئاتر رو نساختم، ما این تئاتر رو با هم ساختیم، الانم نمیتونم بهش بگم نیاد اونجا، معذرت میخوام. کاش هیچ وقت کار به اینجا نمیکشید، فکر میکردم قراره با هم این کارو پیش ببریم. فکر میکردم اومدی منو قانع کنی بارش جون. آره، هدفم همین بود، هر کاری میخواستی انجام میدادم، اما اصلا فکرشو نمیکردم همچین چیزی ازم بخوای. راستش منم فکر نمیکردم به این آسونی ها منصرف بشی. یالا صورتتو خوش کن، باید بریم. این کارو نکن،
ازت یه سوال پرسیدم یادته؟ ببینم ما واقعا با هم دوستیم؟ من که یه دوست میتونه انقدر فداکاری کنه. باشه، امکان داره بعضی اوقات از اینم فراتر بره، اما قضیه اونجوری که فکر میکنی نیست. من و تو با خیلی چیزا روبرو شدیم، اینو قبول دارم، ولی دیگه تموم شد. من دیگه هیچ حسی نسبت به تو ندارم. ازت خواهش میکنم با این حقیقت کنار بیا، زندگی تو رویا رو ترک کن. رویای من تویی، تو همه چیز منی، چیزی وجود نداره بخوام باش کنار بیام. بهتره بریم. آفرین به تو ماسال، واسه این که این گلا رو آوردی اینو بهت جایزه میدم عزیزم. راستی ببینم از شیرینی خوشت اومدی یا نه؟ خوشم اومد، اما همشو نخوردم. یعنی وقتی داشتیم با دخترها حرف میزدیم با اپک و آسین سه نفری خوردیم. یعنی همشون؟ نه، فقط یک کم خوردیم. یعنی بابام زنگ زده. الو بابا، چند روزه دارم بهت زنگ میزنم، کجایی؟ الو، شما کی هستین؟ چی؟ کجا؟ باشه باشه باشه، همین الان میام. باشه، کی بود؟ چی شده؟ ها؟ بابام تو بیمارستان سکته قلبی کرده. راستش درکت میکنم، از یه طرف اولین نقشت، از یه طرف دیگه اپک خانم سختگیر. مشکل بزرگیه. راستش اپک زیادم سختگیر نیست. نمیدونم چرا شما با هم کنار نمیایین. میدونی بارش، از اینکه هوای همسرتو داری خوشم اومد. بگذاریم، اگه بتونی مسائل خانوادگی تو از کار جدا کنی میتونیم ادامه بدیم. یعنی چی؟ به نظر تو من زنیم که مسائل شخصیمو با مسائل کاریم قاطی کنم؟ نه اصلا. گفته بودی به جز من کس دیگه ای رو واسه این نقش در نظر نگرفته بودی. اگه برم برات خیلی بد میشه. درستش وقتی ما به بقیه دوستای بازیگرمون گفتیم این نقش رو بازی کنی، همشون هیجان زده شده بودن. ولی نمیتونم به خاطر اپک تو رو کنار بذارم. یعنی من تو کارم حرفه‌ایم. خیلی ممنونم. فقط ازت یه توقعاتی دارم بارش. من دیگه نمیخوام اپک رو ببینم. اگه بتونی در این باره برنامه ریزی کنی واقعا ممنون میشم. باشه، به نظر منم این کار واسه هر دوتون خوبه. بقیهش رو نمیدونم. تنها شرط من برای برگشتن اینه. به خاطر تفاهممون یه نوشیدنی بریم بالا؟ البته. میشه بیاین اینجا؟ واسه همون دوتا نوشیدنی بیاریم. باش. کجا بودی؟ دارم از کمر درد میمیرم. این تو که گفتی زود میام. معذرت میخوام خاله سرپیل، راستش من مغازه آسین بودم، یه کمی دیر شد. اگه واسه منم یه کلید درست کنین دیگه این مشکلات پیش نمیاد. راستش کلیدای اضافه دست بارش خاله سرپیل، اون باید به این چیزا فکر کنه، اما این کارو نمیکنه. معذرت میخوام، تو رم ناراحت کردم. اول به بارش زنگ زدم ولی جواب نداد. آره، در دسترس نیست، واسه این که خیلی سرش شلوغه، خیلی کار داره. آقا بارش واسه ما وقت نداره. مگه من بهش چی گفتم؟ چایی درست کردی؟ آره، فکر کردم تا هم میخوای. باشه، لباسامو عوض کنم، زود میام. بوت مثل قدیم است. من باز میکنم، برو لباسات عوض کن. خیلی خوب اومدم. یالا دایی جون برو. پرنسس هم اومده. استاد، آسین کجاست؟ تو خونه است.
بهش بگو بابا یه ازگور سکته قلبی کرده، ازگورم توی تاکسی منتظرمونه، میخوایم بریم بیمارستان. چی گفتی؟ داداش چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ عمو محمد تو بیمارستانه، حالش خیلی بده. چیزی نمیدونم، فقط از بیمارستان زنگ زدن گفتن سکته قلبی کرده. همین، بیا. آخه چرا؟ اگه میخوای دلیلشو بدونی بهتره زودتر برسیم بیمارستان. زود باش دیگه. باشه باشه، صبر کن لباسم عوض کنم، زود میام. آسین تو بمون پیش دخترت، باشه؟ خودم به همه چیز رسیدگی میکنم. خدای من، همیشه وقتی همه چی داره خوب میشه یه اتفاقی میفته. زندگی دیگه. خب برو لباساتو بپوش، حداقل چایمون سرد نشه. نگران نباش. باشه. بیشتر از دو ماه نتونستم زندگی مشترک رو تحمل کنم. ظاهرش مثل تو بود اما اخلاقش مزخرف بود. بد شد. منظورم جداییتونه. نه، خیلی هم خوب بود. واقعا خیلی راحت شدم. خیلی خوب، بریم. ببین، من همش میخوام تا فردا صبح بشینم و باهات حرف بزنم، ولی تو همش میخوای بری پیش اپک جونت. یه فرق بین مجرد و متأهل هست دیگه. یالا. آه لیدیا. اصلی جون. عزیزم. کوچولو، بالاخره فرصت گیر آوردی و زدی بیرون. آره راسته، شما کم پیدایین، اصلا پیداتون نیست. همینجا درگیر کاریم دیگه. خب امسال میخواین چی کار کنین؟ این فصل سریالمون داره تموم میشه، بعدش میخوام برم خارج. من نمیتونم برم تعطیلات، تو تابستون یه کار جدیدو شروع میکنم، همکارم برش. آه که اینطور، خیلی خوشحال شدم. سلام. منم سلام استاد. لیدیا و نورو که میشناسی بارش؟ آره، آخرین فیلمتون رو دیدم، واقعا خوشم اومد. خب چرا نمیشینی؟ فکر کنم میخواستین بریم. میخواستیم بریم ولی منصرف شدیم. مگه نه عزیزم؟ خیلی خوب، بشینیم. بفرمایید. خب چی میل دارین؟ من که خیلی گرممه. من نوشیدنی میخورم. میشه سه تا نوشیدنی بیاریم؟ خب چه خبر؟ میخواییم یه برنامه جدید رو بنازیم؟ اسمش یه شب تابستونه. آره برنامه جالبیه. آره واقعا جالبه. دختر حواست باشه، خبرنگارامون اینجاست، روبروت نشسته، چشش همش به تو و همکارته. بهتره همکار جدیدمونو راحت بذاریم، به جای کاروبار در مورد یه چیز دیگه حرف بزنیم. خب تو تعطیلات تابستونی میخوای چیکار کنی؟ ایپک. بله. ببینم با بارش حرف زدی میاد یا نه. نه حرف نزدم. دخترم بهش زنگ بزن، دیر وقته، چرا هنوز نیومده؟ نگران نباش، وقتی کارش تموم بشه میاد. محمد چلی گنوندو رو آوردن اینجا. از بستگانشین؟ دخترشم. آقای دکتر، دختر آقا محمد اومده. سلام، من دکتر پدرتون هستم. خب حالش چطوره؟ حالش بهتره یا نه آقای دکتر؟ گفتن سکته قلبی کرده، نکنه. لطفاً آروم باشین، نمیشه گفت دقیقاً سکته کرده. فکر کنم یکی از رگای اصلی قلبیشون بسته شده، شاید به خاطر همین حالشون بد شده. واسه اینکه مطمئن بشیم یه سری آزمایشات ازش میگیریم. آه بابا، بابا جون، بابا. به احتمال زیاد نمیتونه جوابتونو بده، قبل از عمل بهش مسکن دادیم. خواهش میکنم آروم باشید، آروم باشید. بابا جون من اینجام، نگران نباش. آزگور باشه، آروم باش، آروم باش. بابا جون من اینجام. آزگور آروم باش، بس دیگه. مسال خانم، حالا وقتشه این بشقابو با دقت ببر تو. بشه باشه بابا. آفرین. چی شد؟ دستم سوخت. میسوزه؟ نه نه، خدا رو شکر زیاد داغ نبود، چیز مهمی نیست. ببینم میتونی سرکه رو از توی یخچال بدی؟ سرکه رو؟ آسین تو که از سرکه خوشت نمیومد. به خاطر ماسال بهش عادت کردم، سلیقش کاملا به تو رفته. خوشگلیش به مامانش رفته. بابا اومدی؟ یه بشقاب دیگم بده. باشه عزیزم. ببین اینم باید همونطوری با دقت ببری تو.
ازگر ذهنم رو درگیر کرده. نمیدونم رسیدن بیمارستان یا نه. نمیدونم. خب بهش زنگ بزن. ازگر عزیزم، تونستی بابا تو ببینی؟ دیدمش. میخوان ازش آزمایش بگیرم. فکر کنم رگای قلبش بسته شدن. امکان داره واسه همین تکته کرده باشه. ازگر حالت خوبه؟ آسین، آسین امیدوارم بابام چیزیش نشه. آسین اگه اتفاقی واسه بابام بیفته اون وقت چی کار کنم؟ خیلی خوب عزیزم، خیلی خوب. نترس، همه چی میگذره، بابات خوب میشه. باشه، بعد به دلت راه نده. ببین من چند دقیقه بعد میام پیشت، زود میرسونم خودم و نگران نباش. باشه. لازم نیست بیای اینجا. به جز این که منتظر بمونم دیگه نمیتونم کار دیگه ای بکنم. اشکال نداره عزیزم، با هم منتظر میمونی. نه لازم نیست بیای، راستش بیرون اینجاست بهتره. مواظب ماسال باشی، اگه بمونه پیش آرکان نگرانش میشی. آسین فردا وقتی کار تموم شد اون وقت بیا اینجا. عزیزم گوش کن، داداشمو بفرست پیش ماسال، من میام پیش تو. آسین گفتم که لازم نیست بیای اینجا، آرکان نمیتونه مواظب ماسال باشه، فردا بیا. خیلی خوب باشه، فقط خواهش میکنم زیاد خودتو ناراحت نکن. باشه، اتفاقی نمیفته، بابات خوب میشه. همین که عمو محمد از اتاق عمل اومد بیرون حتما بهم خبر بده. باشه. نگران نباش عزیزم، خیلی دوستت دارم. فراموش نکن تو تنها نیستی. خب بعدش چی شد؟ اصلا نپرس، بدتر شد. نمیشه بهش نگاه کرد. اوه خیلی دیر شده، فردا هم فیلم برداری داریم. وقتی دیر میخوابم زیر چشام پف میکنه، بعدش هر چقدر آرایش کنن فایده ای نداره. راست میگه، اگه ما هم بریم خوب میشه. راستش ما هم صبح زود فیلم برداری داریم. خب لیدیا جون، پس بریم، من تو رو تا خونه میرسونم. صورت حساب لاخ باشه که بریم. باشه، ما رفتیم. خیلی خوش گذشت، ازتون ممنونم. خیلی لذت بردیم. خداحافظ. خداحافظ. ممنونم از آشنایت، خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم. ما هم همینطور. منم خداحافظ. خب دیگه خداحافظ. آه تو حساب میکنی دیگه مگه نه؟ حساب میکنم، شما بریم. خب خداحافظ. با هم حساب کنی؟ نه خودم تنهایی حساب میکنم. بفرمایی. خیلی ممنونم. میتونیم بریم، تموم. سرم گیج میره. حالت خوبه؟ آره آره. آی کاش با تاکسی می اومدیم تو این وضع، چجوری رانندگی کنم؟ زنگ بزنم تاکسی بیاد؟ آی نه لازم نیست. راستش صبح زود کار دارم. تو رانندگی بلدی؟ سویچو بدین به آقای محترم. بفرمایید. آره همینه. من یکم دیر میام. من غذا رو میکشم. صبر کنیم بارش بیاد دخترم. معذرت میخوام، بیشتر از این نمیتونم منتظر بمونم چون خیلی گرسنمه. پیام داد گفت امشب دیر میام خونه، پس غذامونو میخوریم. یا
چی شد دخترم خوشت نیومد؟ نه شما بازم فلفل ریختین تو غذا؟ آره چون بارش اینجوری دوست داره. صبر کرد، منتظر روزی بود که پرنسس دوباره برگرده پیشش، بعدش با گردنبندش. هنوز نخوابیده؟ الان هست که خوابش ببره. من برم قهوه درست کنم. منم چند لحظه بعد میام. بعد با گردنبندش. خوش اومدی پسرم. ایپک کجاست؟ تو اتاقشه. بارش ببینم شما از هم دل خورین. از وقتی که اومده خیلی عصبانیه، از اتاقش نمیاد بیرون. یه سر میرم پیشش. ایپك خوابیدی عزیزم؟ آره خوابیدم. منم مثل همه آدم ها این موقع شب میخوابم. الانم دیر وقته، پس بذار بخوابم. شاید واسه تو مهم نباشه، اما تا الان داشتم سعی میکردم از طرف تو ازش معذرت بخوام. رفتی از اون معذرت خواهی کنی؟ اون خودش مقصر بود. نه ایپك، اون دختر میشناسی. هر چقدر مقصرم باشه از کسی معذرت نمیخواد. راستش رو بگم، تو همه مواردم حق با تو نیست. اصلا اینطور نیست، حرفی که زدم درست بود. بیخیال عزیزم، نگران نباش، قضیه حل شد. من اصلا را قانع کردم. اون به همکاریش با ما ادامه میده. کار خوبی کردی. میدونستم موفق میشی. متوجه نشدم. چیزی نگفتم. این چه رفتاریه؟ دارم بهت میگم اصلا نمیخوام اسم اون زن رو بشنوم. اون وقت اومدی اینجا و همش درباره اون حرف میزنی؟ ببین ایپك، اون زن قراره نقش اولو بازی کنه. میدونم ازش خوشت نمیاد. وقتی اسمشو میشنوی عصبانی میشی. کاملا همینطوره. واسه همین تا جایی که بتونم سعی میکنم شما دوتا روبرو نشین. عالی شد، حداقل درباره این موضوع فکر کردی. مگه میشه بهش فکر نکنم عزیزم؟ تو همش درگیر اونی. اونم میگه اگه قرار باشه ایپك بیاد من نمیام تئاتر. اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. چی میگه؟ بیخیال عزیزم، مهم نیست، فقط بلده حرفای حاشیه دار بزنه. اما من حدشو بهش نشون دادم. گفتم ایپك همسر منه، تئاتر مال هر دوتامونه. گفتم بدون اون ممکن نیست. سب کن، اون بهت گفت اگه ایپك بیاد اونجا من دیگه نمیام تئاتر؟ آره. بعد تو به جای این که اونجا رو ترک کنی چند ساعت نشستی کنارش تا دنبال راه حلی باشی، همینطوره بارش؟ ببین چند ساعت طول کشیده، چرا بابامو نمیارن بیرون؟ واسه چی نگرانی یوزگور؟ اگه اتفاقی افتاده بود بهمون میگفتن. بابا، بابا جون حالت خوبه؟ بابا گوش کنین، راستش بعد از آزمایش مشخص شد که یکی از رگای اصلیش بسته شده. متوجه حرفام هستین؟ این یعنی چی؟ امشب باید تحت مراقبت ما باشه. فردا پدرتون رو عمل میکنیم و رگ رو باز میکنیم. نگران نباشین، یه عمل آسونه. اصلا نترسین، چیزی نیست. خدا رو شکر.
خب میتونم ببینمش؟ البته البته، اما لطفا زیاد خستش نکنی. باشه، خیلی ممنون. بابا، بابا، بابا جون، خوابیدی بابا؟ نه بابا، من با دکتر حرف زدم، گفت اصلا نگران نباشین، به زودی حالش خوب میشه. خدا میدونه چقدر ترسیدی، مگه نه؟ وقتی این اتفاق افتاد تنها بودی، نتونستم پیشت باشم. مطمئن باش از این به بعد همیشه کنارتم، دیگه هیچ وقت تنهات نمیذارم. ازت میخوام تو هم منو تنها نذاری. خواهش میکنم، بلند شو، خواهش میکنم. مریض هنوز به حالت عادی برنگشته، چند دقیقه دیگه منتظر بمونیم. باشه. ایپک، من که همه چی رو توضیح دادم. ببین، اون زن برامون خیلی مهمه، مگه چند بار اینا بهت نگفتم؟ فهمیدن این موضوع اینقدر سخته؟ فکرشو بکن اگه بازی نکنه اون وقت باید چی کار کنیم؟ من نمیدونم، واقعا نمیدونم. آخه چرا اینقدر به این زن رو میدی بارش؟ چرا هرچی میگه قبول میکنی؟ نمیتونم درک کنم. خب اگه دلش نمیخواد اصلا بازی نکنه، انگار که اون اگه نباشه تاعت کنسل میشه. ایپک، دخترم چرا داد میزنی؟ این کارو اصلا بهت نمیاد. بارش سعی میکنه به زندگیش سر و سامون بده، ولی تو چرا بهش کمک نمیکنی؟ شما گوش وایستاده بودین؟ آره ایپک، این چه حرفیه دخترم؟ همه ای آپارتمان صداتونو میشنون. معذرت میخوام، ولی وقتی دیدم داری به بارش فشار میاری دیگه نتونستم ساکت باشم. توقعم نداشتم ساکت بمونین، واقعا که از روزی که اومدین باید تو همه کارا نظر بدین. هر کاری که به نظرتون واسه بارش خوب باشه رو انجام میدین، نظر بقیه واسه تو مهم نیست، واسه اینکه فقط پسر شما اینجا زندگی میکنه. ایپک، تو چی داری میگی؟ فهمیدم پسرم، از همون روز اول از من خوشش نمیومد. بهتر از اینجا برم و آرامش شما رو به هم نزنم. متوجه هستی چی کار میکنی؟ حق نداری قلب مامانم رو بشکنی، از من دلخوری سر اون خالی میکنی ها؟ باید ازش معذرت خواهی کنی. تو چی میگی؟ بدبختیه که سر من میاد و نمیبینی، اما از من میخوای از همه معذرت خواهی کنم؟ تو متوجه اشتباهاتت نمیشی، بارش باید همه چی رو درست کنه. مامان، مامان کجا میری؟ نمیخوام جایی باشم که منو نمیخوان. خواهش میکنم مامان، ببین، ایپک به خاطر اینکه از دست من عصبانی این کارو کرده، وگرنه همچین کاری نمیکرد. بهتر از اینجا برم بارش. مامان خواهش میکنم نرو، من از طرف اون ازت معذرت میخوام، بریم. چرا معذرت میخوای پسرم؟ تو کار اشتباهی نکردی. برو، خواهش میکنم برو، جلومو نگیر. خواهش میکنم مامان. ببین، اینجوری آرامش تو هم از بین میره. من دوست دارم تو با آرامش زندگی کنی. خب دیگه، شب بخیر. بارش، بگو زنگ زدی خبر خوب بدی بهم. داداش، اون قضیه رو حل کردم، تمام روز با اون بودم، اما تو خونه دردسر درست شده، میفهمی؟ چی شده؟ ایپک دعوا کرد. بگذاریم رفیق، بعدم بهت زنگ میزنم. تو چی کار میکنی؟ اوضاع خونه چطوره ها؟ خودت میدونی بارش، بیدارم و مسابقه تماشا میکنم. اگه خسته شدی بیا اینجا، چند دقیقه با هم حرف میزنیم. نه نه، من چیزه، مامانم چند دقیقه بعد میاد خونه تو. متوجه نشدم چی گفتی؟ واسه چی میاد اینجا؟ داداش، ایپک از من دلخور بود، اما سر مامانم خالی کرد. مامان بیچارم نتونست تحمل کنه و از خونه زد بیرون. متاسفم رفیق، واقعا ناراحت شدم. واسه چی با هم جر و بس کردین؟ داداش، گفتم که بعدا تعریف میکنم. خواهش میکنم یکم با مامانم حرف بزن، سعی کن آرومش کنی، باشه؟ اصلا نگران نباش بارش، کاری میکنم مامانت همه چی رو فراموش کنه، باشه؟ دمت گرم داداش جون، ممنونم، خدافظ. اوف،
چی شده؟ مامانم رفت. حالا راحت شدی؟ تو اصلا نمیتونی اوضاع منو درک کنی. اینو اصلا نمیدونستم. از کجا باید میدونستی؟ منم وقتی تو اینترنت دیدم فهمیدم. راستش موقع ترک الکل به جای کافئین چای گیاهی خیلی بهتره. بگو کدومشون مفیدتره تا فردا برات بخرم. نه عزیزم عجله ندارم. ما سال امشب خیلی راحت خوابید. پوشکشو دیدی؟ خشک بود؟ آره دیدم خشک بود. امیدوارم تا فردا خودشو خیس نکنه. آسین میتونم فردا ماسالو ببرم مهد کودک؟ البته اگه مشکلی نداشته باشی تا میتونی بری پیش ازگار. واقعا خوبه. از اونجا باید برم داروخونه. باید یکم تر و تمیزش کنم. منم صبح زود باید برم پیش دکتر. راست میگی، باید معاینت کنه مگه نه؟ خیلی خوب، فردا با هم میریم. نه لازم نیست، داروخونه رو نبنداسین. آرکان این مهمتره. میدونی از وقتی تو کنارم یاسین واقعا کمک بزرگی بهم میکنی. اگه این دفعه بتونم موفق بشم همش به خاطر توه. دیر وقته، باید بریم بخوابیم. باشه بریم. راستی ببینم داروهاتو خوردی؟ ببینم دارو قفل کردی؟ من اینو میبرم آشپزخونه. شب بخیر. شب بخیر. آخ آخ، مثل اینکه این قسمتم بوده. بازم این یک کلاغ تک و تنها موندم. به خاطر یه اشتباه کوچیک کسی اینجوری تنها میذارن. به خودت بیا فیزی. احساساتی شدم، دارم کنترلمو از دست میدم. چم شده؟ خدای من. خب طبیعیه که احساساتی بشم، آخه منم آدمم، حیوان که نیستم. حالش خوب میشه؟ البته که خوب میشه. همینجا خوابم برده بود. تو هم تا صبح همینجا نشسته بودی؟ اگه تو راحت بودی پس منم راحت بودم. به
پدرتون به هوش اومده، آقای دکتر ماینش میکنن، قبل عمل میتونین ببینینش. خیلی ممنونم. خواهش میکنم.